خبرهای از تحولات قیام مردم سوریه. رزمندگان ارتش آزادی سوریه به یکی از مواضع رژیم اسد در تقاطع کاخ کنفرانس ها در حومه دمشق تهاجم کردند. در این تهاجم یک افسر نظامیان اسد کشته شد و یک خودروی نظامی منهدم گردید. ارتش آزادی سوریه مواضع نظامیان اسد در روستای المغر و تپه‌های اطراف آن در منطقه جبل شیخ را به تصرف خود درآورد. رزمندگان ارتش آزادی موفق شدند تعدادی از خودروهای زرهی نظامیان اسد در این مواضع را منهدم کنند. همزمان نبردها در اطراف گردان 81 ملیحه و گلوله باران مزارع جنوب این شهرک ادامه دارد. در دو محور سوق الخبرا و دوراهی حجیره نبردهای سنگین میان رزمندگان ارتش آزادی و نیروهای رژیم اسد و حزب الشیطان و شبه نظامیان عراقی ادامه دارد. اپوزیسیون سوریه اعلام کرد نیروهای رژیم اسد منطقه البحر هومس را با موشک‌های زمین به زمین هدف قرار دادند که بر اثر آن ده‌ها تن از مردم کشته و زخمی شدند. مردم در زیر آوار به دنبال افرادی می‌گردند که زنده مدفون شدند. و آخرین خبر این ساعت، شورای فرماندهی انقلاب در حومه دمشق اعلام کرد که جنگنده های رژیم اسد بیش از 10 بار شهر یبرود را مورد تهاجم هوایی قرار دادند که در نتیجه آن 1 نفر کشته شد و خسارات زیادی به تعدادی از ساختمان های مسکونی وارد شد. در همین حال نیروهای رژیم اسد المعظمیه شام را که هزاران شهروند آن در محاصره شدید پزشکی و غذایی هستند، هدف بمباران‌های فشرده و مستمر قرار داد.